سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. من پریسا قیاسی هستم، روانشناس کودک. امروز میخوام درباره یک سری از ترس های بچه ها که به دنبال اتفاقات ناخوشایند براشون به وجود میاد با هم صحبت بکنیم. گاهی وقتها ممکنه که برای بچه ها اتفاقاتی در موقعیت های خاصی ایجاد بشه که کودک از اون موقعیت دچار ترس و واهمه بشه. مثلا فرض کنید مادر و کودکی وارد آسانسور میشن و به طور اتفاقی آسانسور خراب میشه و اونها مدتی رو داخل آسانسور میمونن و کودک ساعاتی رو با ترس، استراب و نگرانی در آسانسور طی میکنه. ممکنه بعد از این اتفاق هر زمان که بخوان وارد آسانسور بشن کودک واکنش منفی نشون بده و حتی حاضر نباشه که وارد بشه و از آسانسور استفاده بکنه. در واقع ما میخواییم در مورد ترس های واقعی بچه ها صحبت بکنیم. منظور من اصلا ترس از هیولاها و موجودات خیالی نیست. ترس از تصادفی که یک بار اتفاق افتاده، گیر افتادن توی آسانسور، تنها ماندن در خانه، تصادف در خیابان و برخورد با ماشین، افتادن در پله برقی، حادثه دیدن در، حالا چه برای خود کودک چه حتی شاهد حادثه در یک شهر بازی یا یک پارک برای کودک دیگه در هنگام استفاده از یک وسیله بشه. اینها همه میتونه باعث بشه که کودک از اون موقعیت، از قرار گرفتن در اون موقعیت خودداری بکنه. در چنین شرایطی ما از حساسیت زدایی منظم استفاده میکنیم. یادمون باشه که وقتی که یک مکان، یک وسیله و یا موقعیت خاص برای کودک در ذهنش گره میخوره به یک احساس ناخوشایند، ما کاری که باید انجام بدیم اینه که آروم آروم این قفل رو باز کنیم، اون احساس ناخوشایند رو با یک احساس خوشی و شادی جایگزین بکنیم تا اون ترس و نگرانی در کودک از بین بره. یادمون باشه توضیح و توجیهات منطقی ما برای بچه هیچ کمکی محسوب نمیشه و در واقع نمیتونه بهش کمک بکنه که از اون موقعیت احساسش رو در واقع تغییر بده. کاری که ما میکنیم اولین قدم اینه که در موقعیت های غیر واقعی آروم آروم کودک رو با اون موقعیت روبرو بکنیم. مثلا شما توی اتاق بازی بچه هستین، هر دوتون خیلی حال خوبی دارین، در حال بازی و شادی هستین و مثلا مامان و بچه بازی میکنین، رفتین فروشگاه خریدتون رو کردین، اومدین خونه، حالا میگین که خب بریم وسایل رو از تو ماشین بذاریم توی آسانسور. حالا که سوار آسانسور شدیم، عزیزم تو دکمه رو بزن طبقه سوم. خب رسیدین دیگه بریم خونه. این یک اتفاق خیلی ساده و کوچیک در یک داخل یک بازیه. طوری همین کارو میکنیم که کودک متوجه نشه که ما داریم با چه هدفی این کارو انجام میدیم و احساس کنه یه بخش خیلی ساده از یه بازی معمولیه. اگه کودک مقاومت کرد برای سوار شدن به آسانسور، شما میتونید حتی این کارو بکنید که ای پله ها که خرابه، پس چجوری وسایل رو ببریم؟ بیا من دکمه رو میزنم تو برو. ولی اگه دیدین ترس خیلی شدیده، اینجا دیگه استوب میکنید و ادامه نمیدین. میذارین در یک موقعیت دیگه، دوباره همین در قالب بازی همین اتفاق رو تکرار میکنید. آروم آروم کودک در موقعیت های غیر واقعی خودش رو در اون موقعیت تصور میکنه و میتونه کم کم احساسات خوشایندی رو همراه بکنه با اون موقعیت، مثلا آسانسور. در قدم دوم اینه که افرادی رو ببینه که از این وسیله دارن استفاده میکنن و اتفاقی هم براشون نمیفته. مثلا اینکه در منزلتون وقتی که صدای آسانسور میاد با هم بودیم به جلو آسانسور ببینیم کی بود؟ اه بابا جون اومد، از آسانسور اومد. بهش اشاره نمیکنیم که ببین آسانسور ترس نداره. کودک فوری متوجه میشه که شما با چه هدفی دارین این کار رو انجام میدین. بدونه که چه اشاره‌ای بکنید، فقط کودک ببینه که خب بقیه دارن استفاده میکنن و اتفاقی براشون نمیفته. بعد از این در قدم سوم اینه که حالا تو موقعیت‌های واقعی قرار بگیره. ولی قبل از اینکه وارد آسانسور بشه، با بازی و شعر، قصه، آهنگ دارین با هم دیگه میخونید،
کاملا حواس بچه رو پرت بکن از اینکه داره چه اتفاقی میفته و همینطور با شوخی و خنده و بالا پایین پریدن وارد آسانسور بشین و در حین حرکت هم همین روال رو ادامه بدین. باز هم ازتون خواهش میکنم وقتی که رسیدین نگین که اه دیدی ترس نداشت، چون در جا شما دوباره اون خاطره ترسناک رو برای کودک القا میکنید. دیگه در مورد اون موضوع باهاش شما صحبت نمیکنید. اگر هم کودک خودش موضوع رو پیش کشید فقط بهش گوش بدین. بازخورد خاصی لازم نیست به این حرفش بدین، فقط با دقت بهش گوش بدین. بگیم آره میدونم مامان ترسیدی، اتفاق خوبی نبود. همین. و میتونید یک اشاره کوچولو بکنید که مامان ولی همیشه هم این اتفاق نمیفته. گاهی وقتها این اتفاقات ناخوشایند برای بچه متناسب با سنش و اون موقعیت ترسناکتر و ناراحت کننده تر از اونیه که با این اقدامات بتونیم اونو برطرفش بکنیم. مثلا شاهد مرگ عزیزان بودن، تصادف‌های خیلی سخت و ناخوشایند رو دیدن و مسائلی مثل این. در این شرایط قطعاً لازمه که کودک تحت درمان قرار بگیره توسط یک روانشناس کودک. حتی در مواردی از دارو درمانی هم کمک بگیریم تا استراب‌ها، نگرانی‌ها و ترس‌های کودک رو کاهش بدیم و بتونه از مشاوره در واقع استفاده مفید رو بکنه. برای همتون آرزوی روز خوب و خوش رو دارم. خدا نگهدار.